داستان این لایو از اونجایی بود که آقا من خب تجربه زبان خوندن من تجربه یه نفره و بعد من بعد از زبان انگلیسی رفتم آلمانی رو خوندم، بعد چینی رو خوندم، بعد ترکی که الان چینی و ترکی هنوز دارم میخونم. بعد از من پرسیدن که مثلا پروسه زبان چطوریه، مثلا بریم فلانجا تو 6 ماه یاد میگیریم، فلانی با فلان متد نمیدونم تو 3 ماه رات میندازه و بعد مثلا خیلی این موارد خیلی زیاد بود، یا مثلا موارد استثناء رو میگفتن و خیلی با مواردی برخورد میکردم که اصلا تو سطح آیلتس نبودن ولی میخواستن مستقیما برن کلاس آیلتس، و اتفاقا هم خیلی هم مثلا معلم ها بهشون اوکی میدادن، آره بیا نه اوکی را میفتی. حالا بریم از اینجا شروع کنیم که آقا اصلا این پروسه زبان جنرال چجوریه، از کجا باید شروع شه، برای یک انسان نرمال با توانایی های نرمال قرار چقدر زمان ببره و هر آنچه که خودت میتونی دیگه اضافه کنی. اوکی، گود کوشن. نه اول اینجوری با این شروع کنم که فکر میکنم، خواستم بگم امیدوارم که اینجوری نشه، ولی فکر میکنم اجتناب ناپذیر میشه الان حرفایی که من میخوام بزنم، که بعدا یه عالمه دایرکت بدوبیرا برام میاد که نه اینجوری نیست اونجوری فلان. بنبای اول به قول انگلیسی زبونا من یه هج میکنم و میگم اینا همش in my humble opinion، نظر شخصی منه، آیه نیومده، it's not written in stone، این چیزیه که من based on my experience و با تجربه‌ام، تجربه‌ای که دارم میگه شیر میکنم. یعنی واقع خیلی به نظرم خیلی واضحه که مؤسسه رفتن یا کلاس رفتن هیچ کدوم از تارگت آدینس تو یا تارگت آدینس من نه فرقی به حال من میکنه نه فرقی به حال تو میکنه، بنابراین هیچ گینی نداره. اگه که من اینا رو دارم میگم واقعا بیس آن اکسپیرینس میگم و واقعا نیتم اصطلاحا خیره. چیزی که هست اینه که ببین به هر حال زبانم به هر حال یه بیزنسیه، یه مارکتیه این روزا، که خب حالا با توجه به اتفاقاتی که توی ایرانم هست و شرایطی که سخته و اینا و همه یه جورایی میخوان برن، تازه بیزنس تر هم شده. خلاصه اینا رو اول هیچ کردم که بگم که من و به نظر من مخصوصا تو اصلا زینف توی این قضیه نیستیم. Therefore هر چیزی میگیم out of total چی میگن honesty میخوام بگم. این داشتم میگفتم که الان به هر حال مؤسسا معلم ها بعضیا میان و مارکتشون اینه، تبلیغشون اینه که من شما رو 3 ماهه یا 4 ماهه از چه میدونم سطح مبتدی میرسونم به سطح ادوانس، یا اینکه تضمین میکنم قبولی شما رو. اصلا من به این کلمه که واقعا حساسیت دارم، یعنی کهیر میزنم وقتی کلمه تضمین میشم و از خود من به عنوان معلم خیلی میپرسن که تو کار ما رو مثلا امتحان من تضمین میکنی، نمره من تضمین میکنی. یا مثلا همین امروز باور کن حالا بچه‌ای که به من دایرکت زدن خودشون میدونن، چند نفر به من دایرکت زدن که ما اگه کلاس فلان رو بریم این نمره رو میگیریم، من چه میدونم، یعنی من خودم را هم نمیتونم تضمین کنم، من خودم افراد خانواده هم نمیتونم تضمین کنم، چه برسه به کسی دیگه یا به خاطر اینکه به یه فاکتور بستگی نداره. و حالا اینکه یه مؤسسه یا یه شخصی میاد به شما میگه که مثلا فلان قدر میلیونی، اصلا یک عددهایی من میشنوم که unbelievable بدین و ما نمره 7 شما رو تضمین میکنیم، I really don't know how they do it، یا من حداقل ندیدم. و اگر که فکر میکنم که اگر یه مؤسسه یا یک معلمی تونسته بود این کار رو بکنه و میتونه ثابت کنه که اون فرد زبان عمومی ضعیفی داشته و در طی مثلا 3 ماه یا 4 ماه به یه نمره قابل قبول که بالای 7 باشه رسیده، حتما اون شخص رو مجسمه میکرد و میذاشت دم در خونش که ازش استفاده کنه. حتی حالا که حرف شد، توی پیج یکی از مؤسسات حالا به نام تهران با یه خانومی صحبت کردن که حالا من بعدا در مورد اونم مفصل حرف میزنم،
که گفته بودن تیتر ویدیو این بود که فلان خانوم از سطح متوسط در عرض نمیدونم 3 ماه یا 4 ماه دقیقا یادم نیست نمره 7.5 گرفته یا همچین چیزی. بعد خیلی ها اون ویدیو رو برام میفرستادن و میگفتن که این درسته، این به نظر شما امکان پذیره. من باورت نمیشه، جالبیش اینه که من فقط اون ویدیو رو تازه پیجش صورتش رو مثلا قایم کردم، خود پیج و آیدیش و اینا رو همه رو حذف کردم، ولی کسایی که دیده بودن میدونستن دیگه. زدم که آخ من میبینم این ویدیو رو، بعد در موردش حرف میزنم. ببین همون شب اون خانومی که تو اون ویدیو بود خودش مستقیم به من دایرکت زد و کلی بر من توضیحات داد که چجوری بوده، که اینجوری بوده، که اونجوری بوده، فلان بوده، بیسار بوده، و من کاملا واقعا در موردش حرف میزنم. اینی که داری میگی یک فرد عادی خیلی خیلی چیز مهمیه توی این پروسه یادگیری زبان، که یک فرد عادی با یک شرایط عادی یه همچین شخصی رو ما در نظر بگیریم. برای یه همچین شخصی باز دارم میگم based on my own experience، تجربه‌ای که من دارم و به چشم دیدم، برای یک فرد عادی مثل من، مثل شما و مثل 99% جامعه که افراد عادی هستیم، از ABC یعنی literally شما از ABC که شروع کنی به امروز هیچی اصلا نمیتونی بخونی هیچ، و ABC رو امروز شروع کنی به خوندن، در عرض 2 سال میتونی به سطح ادوانس برسی و میتونی معلم ادوانس بشی. یعنی اگر این تارگت رو داری، یک پروسه 1000 ساله یا 20 ساله یا 10 ساله یا حتی 5 ساله نیست. یعنی امروز که شما از ABC شروع کنی، من اینو به چشم میدم، در عرض 2 سال، 2 سالی هم که تازه هر روز روزی 10 ساعت نه، مثلا یک روز در میون بری کلاس و حالا اون یه روزی هم که کلاس نمیری تمریناتو تو خونه انجام بدی و مداوم باشه این داستان، و حتما مداوم باشه این. حالا مثلا اگه فرض کن چون من 1 ماه تو تابستونم رفتی مسافرت، it's fine، ولی اینجوری باشه که این 2 سال طول میکشه. از 2 سال میتونی از صفر به ادوانس برسی. حالا مثلا اگه 1 سال بخونی میرسی به یه چیزی که بهش میگیم میدیوکر، یا کسی که میره دبی، یا میها تو دبی که دیگه رامون نمیدن، مثلا میری ترکیه یا میری اروپا و میتونی هر گلیمتو اصطلاحا از آب بکشی. یعنی میتونی خرید کنی، میتونی بری سوپر، میتونی حتی زندگی کنی، مثلا میتونی مهاجرت کنی به کانادا و میتونی توی کانادا زندگی کنی، بانک بری، ماشینتو ببری مکانیکی، آنلاین خرید کنی. در عرض 1 سال شما یه آدم میدیوکر میشین که میتونی همه این کار رو بکنی. و بعد از 1 سال یه چیزی هست توی لرنینگ که بهش میگیم پلاتو، یعنی فلات، یعنی آره مثل فلات، یعنی که فلات دیگه، آره یعنی یهویی بری بالا و صاف شه. یه توی این منحنی یادگیری یه تیکه‌ای داریم که صاف میشه آدم، و اون موقع است که تو احساس میکنی به عنوان لرنر انگار که دیگه چیزی یاد نمیگیری، همش احساس میکنی که داری در جا میزنی دیگه، خب چرا من پیشرفت نمیکنم، چرا فرقی نمیکنم. اون تیکه پلاتوه که بعد از سال اول اتفاق میفته، اون تیکه اونایی که اونجا ول نمیکنن و اونجا بازم ادامه میدن به یادگیری، اونایی هم که میرسن به ادوانسد یا دیگه پیشرفته زبان، پیشرفته میشن توی زبان انگلیسی. مثلا تو اگه کتابا رو نگاه کنی، بچه هایی که بیگینرن، مثلا حالا بگیم ستارتر 1 و 2، اونا almost every day که میرن کلاس احساس میکنن که یک عالمه چیز جدید یاد گرفتن. مثلا امروز یاد گرفتن که احوال پرسی کنن، امروز یاد گرفتن خودشون معرفی کنن، امروز یاد گرفتن برن رستوران، امروز هر روز با یه چانکی
از چیزایی که یاد گرفتن میان خونه. تو لول الیمنتری که میرسن تقریبا همه تنسا رو توی لول الیمنتری که معمولا توی مؤسسات مختلف 4 ترم یا 5 ترمه، یعنی مثلا میشه 5 ماه، شما همه زمانها رو یاد میگیری. یاد میگیری که شاید کلمه خوبی نباشه، اکسپوز میشی بهش، یعنی میفهمی که خب زمان حال چیه، زمان گذشته چیه، آینده چیه، اینا رو همه رو آشنا میشی بهشون، ولی نسسریلی نمیتونی استفادهشون کنی و درست استفاده کنی. توی لول بعدش که بهش پری اینترمدیت میشه، در اصل از لحاظ گرامری دیگه خیلی چیزی به آدم اضافه نمیشه. فوقش مثلا یه کاندیشنال چرتیا رو یاد میگیری، یه دونه مجهولا رو یاد میگیری، ولی اون چیزایی که تو الیمنتری بهش اکسپوز شدی، یعنی فقط گوشت شنیده یا چشمت دیده، اینجا باید شروع کنی ازش استفاده کردن. به نظر من یکی از ایراداتی که مؤسسات ما توی ایران داره اینه که فرض کن مثلا توی الیمنتری لول 2 که من میام پست تنس رو به شاگردم یاد میدم به عنوان معلم، انتظار معلم و انتظار مؤسسه اینه که این شاگرد قبل از اینکه بره لول 3 پست تنس رو بلد باشه. نمیشه که، یه چجوری میشه؟ هنوز تو ادوانس بچه‌ها دارن تو پست تنس اشتباه میکنن. این فقط اینو باید دیده باشه، یعنی تو کاغذ ببینه، یه کتاب بخونه، تمریناشو داره انجام میده، تشخیص بده که این گذشته شد. اینکه بخواد اینو استفاده کنه و درست هم استفاده کنه که دیگه شاگرد الیمنتری نمیشه، که میشه یه شاگرد ادوانس. برای همینه که مؤسسه ها این انتظارا رو دارن. و شما مثلا شاید شنیده باشی که کسایی که این سیستم مدرسه‌مون، یعنی کسی که توی ایران مثلا سوم راهنماییه، از لحاظ ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا در حد یک کسیه که توی مثلا انگلیس داره میره کالج، اینقدر که این رو به ما گفتن، ولی در نهایت چقدرش رو یادمونه. انگلیسی هم همینجور میشه، انتظار داریم که اوکی بشه همه یه پستنس ها رو بشین حفظ کن، بعدم یه امتحان میذاریم جلوش، همش پستنس، یا بلد یا بلد نیست. اونایی هم که بلدن حفظ کردن، دوباره میرن تو ترم بعد دوباره پستنس رو بلد نیستن، چون انتظاری که ازشون داشتیم اشتباه بوده و این سنس اف اچیومنت، یا اینکه اوکی من اشتباه یاد گرفتم، میگیریم از بچه‌ها. anyway، اینجا فقط تو الیمنتری اکسپوز میشن، توی اینترمدیت شروع میکنن استفاده کردن ازش، و اونجاست که یو هیت دی پلاتو، یعنی اونجاست که دیگه گرامری ما چیزی نداریم توی لول اینترمدیت یا اپر اینترمدیت، دیگه فقط وکاب در اصل اضافه میشه و شما مثلا ایدیوماتیک لنگویج یاد میگیری، چه میدونم شعر یاد میگیری، کلمای لس کامن یاد میگیری، اینجور چیزا رو یاد میگیری، و اونجاست که احساس میکنی که اوکی دیگه من دیگه پیشرفت نمیکنم، دیگه چیزی یاد نمیگیرم. اونجا ول میکنیم، و اونجا که ول میکنیم میشه در علاوه به چشم آیلز میشه کسی که روی 6 میمونه. و چیزی که من حالا با توجه به کارم میبینم، اکثرا افرادی هن که 7 میخوان و روی 6 موندن و روی 6.5 حتی، و فکر میکنن که حالا یه کلاس آیلتس میرم و این 6م یا این 6.5م تضمینی 7 میشه. I'm sorry to rain on your parade، ولی تا وقتی که اون کار، نمیگم سخته چون واقعا کار سختی نیست، اون کار time consuming، اونی که وقت میگیره، اونی که 7-8 ماه وقت میخواد، اون فلاتر رو تا نگذرونی که احساس میکنی توی یه لول موندی، ولی واقعا داری از چیزهایی که قبلا سعودی رو یاد گرفتی. بذار من الان اینجا یه شکل بکشم برات. ببین اینجوری میبینی؟ پس که این تیکه اونجاییه که آدم الیمنتریه و بعد تون 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 داره میاد بالا، میرسه به اینترمدیت که 6 باشه، اینجا این همه طول میکشه تا بعد دوباره بعد از این شروع کنی به بالا رفتن که میفتی توی لول ادوانس. و
و اونجا دوباره و همه هم فکر میکنن که مثلا نیم نمره انگار مثلا نیم نمره مدرسه است. مثلا من بارها دیدم طرف میگه من همین الان نمرم 6.7 میشم، 2 ماه بخونم 7. بابا 6.5 تا 7ش هم خیلی واقعا. اون نیم نمره اسمن تو ذهن ما میگم، چون یک مثلا یه چیز کمی واسه خودمون ساختیمش که فکر میکنیم خب چیزی نیست، که در صدی که اصلا بین اون 6.5 تا 7 خودش زمان میبره، تو یک بیس قوی تری میخواد و اون اختلافش خیلی بیشتر از اون نیم نمره است. این نیمه خیلی آدما رو گول میزنه. من خیلی از آدما رو دیدم که این حرفو میزنن که ما همین الان 6ایم راحت 7 میشیم، یه نمره 6.5 هفت میشیم، 7.5 میشیم، 2 ماه بریم کلاس 7.5 میشیم. و اصلا واقعا چیز آسونی نیست. نمیشه بگی سخته به قول تو، ولی زمان میبره. زمان میبره. و میگم این عدم آگاهیه که باز میگم on a daily basis واقعا روزانه، یعنی اگه حالا فالوورهای خودم حوصله‌شون سر نمیرفت، هر روز واقعا اینا رو من استوری میکردم. مثلا میگم نوشین جون، من بدون اینکه هیچی از آیلتس بدونم رفتم امتحان دادم و مثلا 5.5 شدم یا 6 شدم، حالا میخوام 7 بشم، مثلا 2 ماه بخونم 7 میشم. خب نو no. چون که 6 که شدی بدون اینکه هیچی درس بخونی 6 شدی، خب اون میدیوکره ای. اون آدمیه که میتونه بره بانک خرید کنه. من اگه بره بانک میتونه خرید کنه، میتونه بره آرایشگاه. ببین من اگه برم توی مثلا یه مغازه بگم هلو پن هاو ماچ، میفهمه طرف. اوکی حالا اگه بگم برم بگم که excuse me sorry to take your time I wonder how much this pen is، بازم میفهمه. ولی این لول کجا و اون لول کجا؟ من حتی میتونم بگم پن elementary باشم، حتی میتونی هیچی نگی فقط اشاره کنی، باری که لازم تو هیچی نگم و نتیجه بگیرم. بنابراین این تفاوت 6 و 7 خیلی خیلی زیاده. من حالا یه قبلا این مثال رو زدم ولی باز چون مثال خوبیه دوباره میگم. یه بار یه آقایی اومد اینجا برای تعیین ثبت که بیاد کلاس، بعد ما خونمونم طبقه سومه و آسانسورم نداریم و من در رو که روی این آقا باز کردم مثلا یه 20 دقیقه طول کشید تا بیاد بالا، که بعد که اومد بالا دیدم مثلا اصلا مشکل پا داره و خیلی تفلکی به سختی اومده بود بالا. دیدم با میگفتی من میمدم پایین ازت امتحان میگرفتم، ولی حالا 20 دقیقه شو اگزاجره میکنم مثلا 5 دقیقه. بعد که اومد نشست گفت که من 3 بار یا 4 بار امتحان دادم و 6.5 شدم و میخوام 7 بشم و اومدم که کلاس. بعد من یکی دو تا سوال ازش پرسیدم. یه سوال هم این بود که مثلا what do you do in your free time؟ گفتش که I don't have a sufficient time so مثلا because I work. خب حالا من سوالای دیگه هم از این کردم ولی اینو به عنوان مثال میگم. ببین کسی که میگه I don't have sufficient time هیچ وقت 7 نخواهد شد، به خاطر اینکه یه کسی که ادوانسده هیچ وقت نمیگه I don't have sufficient time. کسی که ادوانسده معنی sufficient رو میدونه، میدونه که sufficient enough با تایم بکار نمیره، تو اون پلاتو هست، خب توی اون صاف هست. یعنی اینجا بوده که وکبا رو یاد گرفته، 4 تا کتاب وکب هم جلوش بوده، کلاس هم رفته، معلمش هم فرام کرده، یکی هم بهش گفته که تو آیاس به جای این که کلمات عادی، این پیجایی هست پرن، یعنی تو رو قرآن بچه هایی که منو فالو میکنین تو رو خدا اینا رو برای من نفرستین، روزی 100 تا از اینا رو من میفرستن که تو آیل این آیلز مثلا میگن که I don't give a damn، بعد توی real life میگن it's not important. اصلا these two things are totally different. حرف بخواد بزنه میگه it's not important، چه ربطی به آیلتس داره؟ کانتکست. یعنی منی که ادوانسم از اون قسمت صاف رد شدم، الان توی مرحله ایم که تشخیصم sufficient right؟ و اون کسی که میاد میگه I don't have sufficient time، این برای من کافیه که بدونم زبان عمومی این آدم در حدی نیست که بتونه 7 بگیره، چون هنوز به این مرحله تشخیص نرسیده. پس این آدم، چون من کارم فقط آیلتس زبان عمومی درس نمیدم،
نمیدادم، هنوزم متاسفانه باید بگم که درس نمیدم. بنابراین من به مادرم گفتم شما باید بری پیش یک معلمی که زبان عمومی باد کار ما رو برسونه به لول ادوانس. به لول ادوانس گرفتی بعد یه پیش من تکنیک بهت یاد میدم، من آشپزیش رو یادت میدم. یه مثالی که من اینو میگم چون خیلی حرف زدم و دیگه استاپ میکنم تا سوال بعدی، اینه که من همیشه تو کلاسام میگم که من کاری که میتونم بکنم اینه که به شما یاد بدم که یاد بدم که یعنی بهتون بگم که چجوری قرمه سبزی رو بپز، ولی اینکه شما سبزیشو داشته باشی، لوبیاشو داشته باشی، وکپیلری گرامرشو داشته باشی، میت، این چیزا چیزاییه که شما باش باید بیای کلاس آشپزی. اومدی تو کلاس من دیگه بهت سبزی و گوشت و لوبیا نمیدم، من فقط بهت میگم اینا رو اینجوری قاطی کن بریز تو قابلمه. حالا قابلمت هم میتونه مثلا VMF فلان باشه یا میتونه قابلمه مسی کنار خیابون باشه، فرقی نمیکنه که شما دارید با مداد و خودکار بیک تمرین میکنی یا که توی آیپد فلان با 100 تا استیکر و هایلایترهای رنگی و جامدادهای فلان، اون قابلمه است، اون چیزی که باید بریزی توش. اگه چیزایی که باید بریزی توشون نداشته باشی، یه دونش هم که نداشته باشی، قرمه سبزی نخواهد شد. آزه the bad news، bad news اینه که شما اگه اون VMF رو داشته باشی، بهترین stationery و لوازم تحریر، آشپزم که من باشم بیاد یاد بیام بهت یاد بدم که این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، بهترین مواد اولیه هم داشته باشی، سبزی سرخ کرده یا آماده فلان، لوبیای خیس خورده فلان، گوشت نمیدونم چی چی، همه اینا رو هم داشته باشی، آخرش قرمه سبزی تو قرمه سبزی مامانت نمیشه و قرمه سبزی مامانت هم قرمه سبزی مامان بزرگت نمیشه. چرا؟ چون اونا بارها و بارها و بارها قرمه سبزی پختن، یعنی بارها و بارها ریدینگ زده، از هر دفعه که زده یه اشتباهی یه کاری کرده یاد گرفته، بارها لیسینینگ زده، از هر اشتباهش یه چیزی رو یاد گرفته، یاد گرفته که اینجا زیر قابلمه رو کم کنه، اونجا آب کم بریزه، اونجا سبزیشو چه می‌دونم از قبل سرخ کنه، هر دفعه یه چیزی رو یاد گرفته. سو این که من بگم بیا پیش من 3 ماهه یاد بگیرم، عین اینه که من زیر قابلمه رو زیاد کنم. زیر قابلمه رو که زیاد کنم، تنها دستاوردش یه سبزی و لوبیا و گوشت سوخته است، هیچی دیگه از توش در نمیاد. So I'm sorry to be so harsh. اون موقع که من شاگرد میومد اینجا و باشون حرف میزدم، به جون مانی بارها میشد که بچه ها با گریه و عشق و مثلا همون پسره که اینجوری بود با ناراحتی میرفتن، بعد بهنام به من گفت چرا اینجوری میکنی؟ اینا نفرینت میکنن و اینا فلان. گفتم بنام من نمیخوام به کسی امید واهی بدم، کسی که داره میاد کلاس با بدونه که من دارم میشم که باشم تو کلاس من نتیجه نمیگیری، یا من حداقل بلد نیستم که چیکار باید تو باید چیکار کنی که به یه نتیجه برسی، چه کاریه که ملت بیان وقتشون و پولشون رو هدر کنن و به نتیجه نرسن؟ خب راش این نیست. و میگم باور کن، بارها و بارها بارها شاگردایی داشتم که رفتن مثلا یک سال بعد اسمساش هست، به خدا نگاه میکنم میبینم مثلا اکتبر 2017 به من تکست زده، الان دوباره تکست زده که الان میتونم بیام کلاس. یعنی چی؟ یعنی آدمی که اون موقع من بهش گفتم نه و اون موقع به حرف من گوش نکرده، رفته دنبال این کلاس اون کلاس اون کلاس این کلاس، و هنوز بعد 3 سال هنوز درگیره، هنوز داره راه اشتباه رو میره، هنوز بازم بیاد پیش من میگم برو زبان عمومی، تا وقتی که سرشون به سنگ بخوره و به این نتیجه برسن که باید زبان عمومی بخونن تا بتونن برن، یا اینکه اون چیزی ریکوایرمنتشون رو بیارن پایین، یه جایی رو پیدا کنن که 6 میخواد مثلا. این خیلی راه آسون تریه. آره، ولی خب حالا فقط این موضوع که نیست، مثلا جالب بود همینه که داشتی میگفتی، فکر کنم 3 ماه پیش بودم بهت پیام دادم که
خوشحال گفتم آره دیگه الان میرم یه کلاس هفته میشم، پیام دادم که نوشی من میخوام مثلا دیگه میدونی که من مترجمم، زبانم از ادرس اینا، بعد برام وایس دادی گفتی ببین اگر واقعا زبانت ادرس، حالا من نمیدونم ولی اگر واقعا مثلا 2 ماه، خب یعنی میخوام بگم با اینکه مثلا بابای ترجمه شد ولی باز اینجا، یعنی طوری شد که من هنوز جرئت نکردم دوراتو ثبت نام کنم، فعلا دارم همینجوری خودم میخونم که نه بذار حالا، نه هنوز حتما تو اون لول نیستم، نکنه نباشم واقعا. و میگم متاسفانه اکثر آدما دوست دارن دروغ بشنون. حالا تو که میگی انگلیسی، یه بار یه نفر به من زنگ زد برای کلاس آلمانی گفتش که من شما چقدر وقت منو میرسونی به سطح B1؟ گفتم ببین مؤسسه 1.5 سال، شما اگر خیلی استعداد زبان خوب داشته باشی 7 ماه تا 8 ماه میتونی مثلا بیای برسی به B1 تک نفره. خب و گفت مؤسسه گاما به من گفته 3 ماهه. بعد من گفتم که آقا اصلا امکان نداره تو آلمانی، حالا انگلیسی رو بالاخره تو مدرسه یه جایی 4 تا کلمه دیدیم رو در دیوار 4 تا چیز خوندیم. گفتم آقا اصلا امکان نداره. گفت نه گاما گفته که به من آخر فکرم رفت گاما. بعد یه دوستی داشتم که اون مدرس زبان بود، اونم چینی درس میداد، و به من گفتش که خب برای چی تو بهش بگو اینو، بگو آره بیا 3 ماه. بابا این 1 ماه که بیاد خودش میفهمه تو اون ساعت نیست، خودش رها میکنه. میگفت اگه تو بهش بگی نه، اون انقدر میره پیش آدمای مختلف که یکی بهش بگه آره، چون زمینه ذهنیش اینه که آره پس همچین کاری. حالا تو هر چقدر گفتم نه، آخه نظر من وقت و انرژی آدم هم من، چون من نتیجه گرایی هستم، دوست دارم واقعا نتیجه اون اتفاقی که میفته رو ببینم. و حالا این داستانی که میگفتی جالب بود که تو زبانهای دیگه هم دقیقا همه آدم ها همینطورن، فوری میخوان مثلا همم یکی رو داشتن تو اطرافیانشون که 3 ماه تونسته برسه به اون لول. آره ما فلانی، بابا اصلا شاید فلانی استثناء بوده، نابغه بوده، تو چه میدونی اون آدم چه دانش زبانی از اول داشته که رفته کلاس؟ ازش مگه تست گرفته بودی؟ شاید اصلا اینقدر طرف دانش زبانش خوب بوده، اسپیکینگش خوب نبوده، اصلا نمیخواسته حرف بزنه، تو از کجا میدونی چه جوری بوده؟ و میگم این تصورات غلطیه که آدما دارن. حالا یه موضوعی که الان یکی اینجا پرسیده بود از من این بود که این مشکلی که حالا گفتی تو مؤسسات وجود داره و تو مثل همینه که میای تا بالا و بعد این خطه میشه، اینو باید چیکار کرد؟ بر کسی که میخواد داره میره مؤسسه، اون باید چیکار کنه؟ مؤسسه گفتی چی؟ گفتش که یکی نوشته بود که این مشکلی که گفتی تو مؤسسه وجود داره که تو مثلا میای یه چیز رو مثلا گفتی میای تا اینجا بعد خطه اینطوری میشه، انگار که مثلا تو اون سطح موندی، تو هنوز نمیتونی اونو بفهمی، خب ولی بعد میری لول بعدی و انتظار دارن که اونو فهمیده باشی. میگفت اینو بعد چی کار کرد؟ بر کسی که داره میره تو مؤسسه داره میخونه دیگه. ببین خب واقعیتش اینه که خیلی ما حق کتاب قطع و وصل میشه، مال منم قطع و وصل میشه یکم، نه الان خوبه. ببین متاسفانه ما خب خیلی حق انتخاب که نداریم، که مثل اینه که مثلا من بگم من دلم میخواد با ناخونای لاک زده برم دانشگاه، چیکار کنم که بتونم برم؟ خب ببخشید حق انتخابی نداریم. الان اینم که مؤسسه اینجوریه، خب اینجوریه دیگه، ما که حق انتخاب نداریم، که نمیتونیم بریم بگیم مؤسسه که تو نه اینجوری نباش اونجوری باش، این چیزیه که هست. ولی من اگه اینو بدونم به عنوان یه زبان آموز، یعنی خودم به این قضیه آگاه باشم، میتونم اون چه مؤسسه از من میخواد و حالا دیلیور کنم، مثلا لیست پسپنس ها رو حفظ کنم، ضرر که نداره، اونا رو هم یاد بگیرم، حالا برم چون بدم. ولی اینو بدونم که من هنوز به اون نقطه threshold که یه انالوجی برات میگم. ببین مثل اینه که شما میخوای دوچرخه سواری یاد بگیری، خب همه اونایی که دوچرخه سواری میدون بلدن میدونن، هممون بلدی دوچرخه سواری؟ صدامو داری؟ آره 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 یس یس فریز شدی. اوکی بس الان خوبه؟ الان ریلیت میکنی با اون؟ آره آره. دو شرط سواری هممون مثلا یکی پشتمون رو گرفته بوده، اول از این چرخهای کمکی، بعد چرخها رو باز کردم یکی پشت رو گرفته بوده داشته میرفتی، بعد یهو اون آدم ول کرده و تو بدون اینکه بدونی اون آدم ول کرده
رفتی. اوکی؟ اون لحظه ای که جرقه میزنه تو زبانم همینجوره، یعنی تو تا مدتها احساس میکنی که یکی باید بگیردت و یک آن تو یک لحظه تو یک روز یهو میبینی که اه دیگه منو کسی نگرفته دیگه، خیلی کانشس نسبت به این که من اشتباه گرامری نکنم دیگه هوشیار نیستم، حواسم نیست که حتما درست حرف بزنم، ولی خودش داره میاد. من زبان آموز اگه اینو بدونم که اینجوری نیست که یواش یواش خوب بشم و عالی بشم، یهوی خوب میشم و اون پلاتوه رو بذارم، صبر داشته باشم و بگذرونم. همه اونایی که زبانشون در حد ادوانسه اگه ازشون بپرسی نمیتونن بهت بگن که من کی یهو احساس کردم که دیگه میتونم حرف بزنم، ولی یادشونه که اولین باری که پستنس رو دیدن کی بوده، اولین باری که کاندیشنال رو مثلا یاد گرفتن کی بوده، کجا بوده، تو کدوم کتاب بوده، کدوم معلم بوده، اولین باری که پسیوا رو یاد گرفتن یا بهش برخورد کردن، بهتره بگم بهش برخورد کردن، چون یاد گرفتنش آدم نمیدونه کیه، اولین باری که دیده، یکی براش توضیح داده که خب این مجهول رو اینجوری میسازن، اونو یادمونه، ولی اون لحظه که دیگه یهو شروع کردی حرف زدن و خوب حرف زدی و اصلا نه یهو میبینی ای شد، ای الان دارم حرف میزنم، الان فلوئنت شدم. فقط این مهمه که تا قبل از اون لحظه ول نکنی دیگه، همینجوری دیپندنت باشی، هیچ اشکالی هم نداره که من چی میشه وابستگی داشته باشم به اون چرخای کمکی یا وابستگی داشته باشم به مثلا بابام که دو چرخمو گرفته، هیچ اشکالی نداره، این راهشه، راهش اینه، اون معلمته دیگه. من خودم یادمه که ما کوی استادا زندگی میکردیم و بابا داشت من دو چرخ سواری یاد میداد و یه جایی توی اون پیاده روه بود که یه سنگی یه ذره بالاتر اومده بود و من اولین باری که بابا منو ول کرده بود از روی این سنگه رد شده بودم و همش تا شب فکر میکردم من فقط روی سنگه میتونم برم، یعنی هی میرفتم اون بر سنگه میمادم این بر دوباره از این بر فکر کردم خب این سنگه به من کمک کرده که من بتونم، ولی why not؟ ممکنه که این توی پروسه زبان آموزی مثلا یه دوست باشه یا یه معلم باشه یا یه اپلیکیشن باشه، یه چیزی باشه که به تو باور اینو میده که این به من داره کمک میکنه، چرا نمیخواین این کمک رو قبول کنیم؟ اینی که همش نوشین جون سلف استادی، نوشین جون سلف استادی، نوشین جون اقام خودم بکنم، چرا اینقدر برامون کسر شعنه که کمک بگیریم؟ خب کمک بگیریم، why not؟ پروسه‌تو سریع‌تر می‌کنه. نه اینکه نشه ها، میشه. ولی خب میگم طول می‌کشه دیگه. اگه می‌خواد سریع‌تر به جواب برسی، get help. That's what everybody does. دقیقاً منم وقتی که ازم می‌پرسن که اگه نظرتون چیه چه کتابی رو خودمون بخونیم، میگم آقا ما ایرانی‌ها سلف لرنر نیستیم. به خدا نیستیم. اصلاً تو فرهنگ ما نیست. بعد خیلی آدم‌های معدودی میتونن. مثلا شما بگی من یه زبانی، حالا مثلا بعد چینی چه کتابی، چه کتابی بخونی، من خودم بخونم. بابا نمیتونی خودت بخونی، چینی و خودت نمیتونی بخونی، این باید یکی برای گرامر رو توضیح بده که بفهمی. تو چقدر میخوای مثلا با فیلم و سریال میشه؟ نه، با فیلم و سریال قرار نیست تو زبان یاد بگیری بتونی بری آیلتس 7 بگیری و اصلا این داستانه. بعد کدگذاری لغت مثلا فلان، آخه یعنی چی؟ تو آقا تو اوکی مثلا یه سری جملات تو فیلم و سریال میشنوی میگی، ولی اگه ندون این گرامرش چی، اگه یادش نگیری نمیتونی تو رایتینگ استفادهش کنی. میدونی اینا که فیلم و سریال چجوری میشه زبان بخونیم؟ من یاده کی میندازم؟ یاده اینا که میگن چی بخوریم که لاغر شیم. فیلم و سریال کاربردش چی؟ بشین حالشو ببر. کتاب میخوای بخونی؟ چی بخونم که زبانم خوب شه؟ آقا کتابو بخون که حالشو ببری. بای پروداکت فیلم و سریال این میشه که تو اکسپوژر زیاد میشه، بیشتر میشنوی، بهتر میشنوی، بهتر میفهمی. ولی این قضیه خوندن رو از استادی و از رید
باید جدا کنیم. اصلا فعلش متفاوته تو انگلیسی. You read a book. مثلا خیلی ها به من تکست میزنن که مثلا I have been reading نمیدونم English file for 2 years. این یعنی چی؟ یعنی کسی که هنوز تفاوت sufficient و enough و بلد نیست. کسی که تفاوت read و study رو نمیدونه. و مثلا طرف معلمه. من چه I've been reading Cambridge books. مثلا Cambridge books اصلا کتاب تسته. حتی study هم نمیتونی برای اون کتاب به کار ببری. بعد خب چرا نمرم شیشاری میشه؟ خب maybe because you're reading it. You're not studying it. That could be the reason. من کتاب mindset رو بردارم جلوم بشینم مثل کتاب داستان بخونم. Read. معلومه که چیزی به دانش زبانی از learning a language اضافه نمیشه. از اون طرف اون کتابی که واسه خوندنه، مثلا چه میدونم کتاب هری پاتر، نمیتونم هری پاتر بخونم انتظار داشته باشم نمره آیلتس هم 7 بشه. که شما هری پاتر رو بخون، حالشو ببر. فرندز رو ببین، حالشو ببر. سریال نگاه کن، حالشو ببر. بعد که تموم شد حالتو بردی، البته بهتر جا به جا بشه. اول بشین درس تو بخون، خسته شدی برو یه قسمت فرندز ببین، خسته شدی برو نیم ساعت کتاب بخون. اون کمک میکنه، ولی راهش نیست. اون سنگ است که علاقه آره. من فهم کنم در حالا یه این بود که مثلا اول من از همه چیزم را بود. چون من اول با تافل پی وی تی میخونم چیز داشت، گرامر داشت خب، و من خیلی برام مهم بود که گرامر رو درست استفاده کنم حتما. بعد خیلی ها دیدم مثلا میگفتن نه میدونی تو برای این دیر اسپیکینگ اوکی شد، برای که سعی میکردی درست حرف بزنی، تو با ارور حرف بزن ایرادی نداره، بعد این ارورها درست میشه. ولی تجربه من نشون داده آدم هایی که با ارور بالا میان خب و فکر میکنن دارن روون صحبت میکنن پر از ارورای گرامری، اصلا خیلی خیلی مشکل دارن، خیلی سخت اصلاح میشن اینا. یعنی انگار هیچی، یعنی طرف فکر میکنه خیلی من اوکی، آره من خیلی خوب حرف میزنم، من در حد هفتانی حرف میزنم، بعد مثلا تو 5 تا جمله 6 تا شما غلط میتونی بگیری گرامری. و هم میگه که نه این مهم نیست. چرا این مهم نیست؟ مگه غلط گرامری رو نمیگیرن تو امتحان آیلتس دادن؟ مگه براشون مهم نیست که شما گرامر رو درست به کار ببرید؟ اینم اگه بگی راجبش من میشه. ببین تا یه جایی باز اگه بریم سراغ همون خطه، تو اون شیب اولیه که داری میای بالا و داری اکسپوز میشی، فلوئنسی خیلی مهمتر از اکیورسیه. یعنی من اگه مثلا الیمنتری باشم و به شما بگم yesterday I go to cinema، شاگرد من باشی و الیمنتری باشی و بگی yesterday I go to the cinema، من ایراد ازت نمیگیرم، چون متوجه میشم که چی میگی، منظورت ونته، ولی اوکی. یعنی تو اون شیب اولیه ما هدفمون یادت باشه. اولش گفتم چی؟ یادت باشه انگار مثلا تو شاگرد منی. ببین اولش گفتم کسی که میتونه بره خرید، میتونه تو کانادا زندگی کنه، میتونه. یعنی من اگه تو کانادا هم برم بگم yesterday چه میدونم money go to school، اون معلمه میفهمه من چی دارم میگم. و اینجا اشکالی نداره، شما تو کانادا هم زندگی کنی، تو آمریکا هم زندگی کنی، انگلیسی هم زندگی کنی، هیچ کس بهت گیر نمیده، هیچ کس هم کرکتت نمیکنه، چون که متوجه میشن چی میگی و ایتس اوکی. اوکی، بنابراین اونجا فلوئنسی مهمتر از اکیورسیه. ولی تو اون قسمت پلاتو که میرسیم که داریم سعی میکنیم از اینها استفاده کنیم و درست سعی میکنیم که استفاده کنیم، اونجا مهمه که رو اکیورسی تمرکز کنی. و اگر هم حالا اشتباه داشته باشی، بازم it's okay، یا it's a learning process و you learn from your mistakes. ولی تو اون پلاتوی که رسیدیم، اونجاست که تو باید تمرکز تو بذاری روی accuracy، که میشه مثلا کسی که داره میرسه به 7، و اون وقت بعد دیگه به 7 که رسیدی، کسی که 7 میشه، کسی که 8 میشه، کسی که 9 میشه، نه اینکه احتمال خطاش 0 باشه، ولی حتی کسی که 9 میشه احتمال خطاش دیگه خیلی میاد پایین و دوباره خود به خود فلوئنت میشه. پس میشه دوباره من این شیبر رو بیارم اینجا که داریم یاد میگیریم فلوئنسی مهمه، اینجا
تمرکز باید بره رو اکیورسی، به اینجا که برسی خود به خود دیگه هم فلوئنتی هم اکیورتی میشه دیگه، کسی که حرف به بالاست. مرسی. حالا یه چیز دیگه هم که الان یادم افتاد، آها، این فضای سوشال مدیا هم همیشه میگم در این حالی که یه سری خوبیا داره، متاسفانه یه سری آدم خیلی سودجو هم وجود دارن که دقیقا هم دست میذارن روی اون نقطه‌ای که ایرانی ها خیلی نسبش حساسن و قلقلکشون میدن و خلاصه داستانایی که پیش میاد. توی بحث زبان من زیاد دیدم این موضوع رو، خیلی هم زیاد، متاسفم واقعا که این اتفاق داره میفته، ولی خب داره میفته دیگه. مثلا یکی از چیزایی که دیدم چند وقت پیش، یه نفر که خودم خیلی فالوش میکردم، خیلی هم فکر میکردم یعنی اوکی بودم با کارش و اینا، یه استوری گذاشت که خواهر من میره کلاس آیلتس و هزینه کلاس آیلتس خیلی بالاست و مثلا 160-170 تومن جلسه معلم داره آنلاین ازش میگیره، و حالا ما تصمیم گرفتیم خب فکر کنم یه 700 نفر شرکت کردن کردم که یعنی مثلا چه جوری داره، مثلا اطلاع رسانیش اینو گفته بود، این کلاس به درد اونایی هم که الان نمیخوان آیلتس بدن میخوره. چرا؟ یعنی شما فکر کن 195,000 تومان از 800 نفر بگیری، بعد یه کلاس لایو با معلم خودتو براشون بذاری، بعد 800 نفر هم مثلا اونجا، و تو بگی که این کلاس به درد اونایی هم که مثلا نمیخوان آیلتس بدن میخوره. اصلا کلاس آیلتس کلاس آیلتسه، مثلا اینه که مثلا تو بگی مثلا دیفرانسیل بلد نیستی ولی به تست کنکور بدن اگه میتونی. مثلا این اتفاقا رو من دیدم خیلی داره میفته و آدما میان همه مثلا میریم حالا یاد میگیریم چیزی، در صورتی که من خودم وقتی که یه چیزی رو مثلا یه وقتی بوده مثلا تو یه سطح زبان نبودم، رفتم یه چیزی رو شروع کردم، کاملا دل سرد میشم چون اصلا نمیفهمم طرف داره چی میگه، نمیفهم این چیه بیسش. و این روندی که وجود داره الان خیلی میبینم داره میکنم واقعا. همیشه اون روزم که چیزو گفتم نوشین خیلی آدم روکی، خیلی مراقب اینا دوخی نداره واقعا، این که داره این اتفاق دارن روح میگه که خیلی ها، نمیشه گفت همه، ولی خب خیلی ها دارن این کار رو میکنن که بله شما حالا بیا سر کلاس آیلتس. حتی مؤسسات میان چیکار میکنن به شما میگه میخوان زبان آموز نگه دارن دیگه، مثلا تو میری واقعا سطح تو پیری آیلتس نیست ولی به تو میگه 10 جلسه پیری آیلتس بعد کلاس آیلتس. و اصلا من کلن میگم که پس این با این که اول گفتم حالا معلم ها و مؤسسه ها میان به من گیر میدن اینه، ولی من شخصا با کانسپت پری آیلز مشکل دارم. پری آیلز چیه؟ یعنی چی پری آیلز؟ یعنی مثلا من بیام یه ریدینگ آسون تر بزنم؟ اصلا to me it doesn't make sense. یعنی من همیشه گفتم، بارها گفتم، بار دیگر میگویم که شما زبان عمومی تو باید به اون حدی برسونی که میخوای نمره آیلتس بگیری، میخوای 6 بشی، میخوای 6.5 بشی، میخوای 7 بشی، حرفی که به خودت هم زدم، باید به اون حد برسونی. اصلا کلمه‌شو الان یادم رفت چیه، نمیدونم کلمه‌ش چی میشه، بدون این که اصلا آیلتس تو ذهنت باشه. نمیدونم حالا آره به منم گفتی تو اصلا آی، گفتم بهت که الان دقیقا یادم اون روز که بهت وایس دادم بهت گفتم که الان چی بخونم، که مثلا برای قبل کلاس گفتی تو اصلا آیلتس رو فراموش کن، همینجوری بیا رو جنرالت کار کن، فعلا اصلا کار به آیلتس نداشته باش، حتی اگه ادوانس هستی بعد سر کلاس مثلا چیزی آره. اصلا با نگاه آیلتسی زبان نخون. الان ببین تکنیکی یاد گرفتن، مثلا من شاگرد خصوصی داشتم تو 3 جلسه به شویلینگ درس میدادم، توی 3 جلسه تسکه 1، اصلا کل کورس من مثلا 12 جلسه میشد، 14 جلسه میشد. بعد باز میگم به جون خودم، با یکی از همکارام داشتیم پیاده میومدیم از مؤسسه که من موقع توش کار میکردم، بعد نام مثلا تو ریدینگ رو تو چند جلسه درست میگفتم؟ تو 3 جلسه. I swear to God. بعد گفتش که، گفتم تو چی چند جلسه؟ گفت من 17 جلسه. تو چجوری تو 3 جلسه درس میدی؟ گفتم تو بگو تو 17 جلسه چجوری درس میدی؟ آخه 17 جلسه ریدینگ چی کار میکنی تو 17 جلسه؟ تو 17 یعنی the only thing that I think can make sense اینه که شاگرد من بیاد بشینه کنار من ریدینگ بزنه، بگم خب بشین اینو بزن 20 دقیقه، اوکی
من مثلا میرم قرمه سبزی رو میپزم بیام تو این ریدینگ رو بزن. اینجوری میشه 17 جلسش کرد. No offense تو معلمایی که تو 17 جلسه درس میدن، من نمیدونم چی کار میکنم. شاید زبان عمومی درس میدن واقعا توی 17 جلسه، ولی برای من شاگردی که میاد پیش من و 6 میخواد و زبان عمومیش در حد 6ه، 3 جلسه بسشه. حالا اگه 7 هم بخواد 3 جلسه بسشه، 9 3 جلسه بسشه، 4 هم بخواد 3 جلسه بسشه، چون تو سطح درست اومده کلاس و... داره. من قرار نیست اینجا بهش فعل و فاعل درس بدم، اونا رو باید خونده باشه. الان هم الان که دیگه شاگرد خصوصی هم ندارم، همیشه بچه‌ها میگم شما لولت اینترمدیت اباف که باشه، که کجایی تو اون فلاته ای، توی اون فلاتویی، اونجا که باشی که دیگه همه یه گرامر رو بهش اکسپوز شده باشی، میتونی بیای تو کلاس، بخاطر که میفهمی من چی میگم. ولی الان اگه یکی اومد مثلا کلاس رایتینگ به من میگه که من نمیدونم کجا باید پست پرفکت به کار ببرم، خب من نگفته بودم قراره من پست پرفکت درس بدم. پست پرفکت زبان عمومیه. من قراره بگم که این گراف رو اینجوری دیسکرایب کن، اینجا بگو رفت، اینجا بگو اومد، صاف شد. ولی این که بعد بگی الان صافه یا قبلا صاف بوده یا بعدا صاف میشه، این دیگه میشه زبان عمومی. و انتظار من از شما این بوده که با این بیای تو هر لولی که هستی. دقیقا همینه. بارش شدم. نه دقیقا همینطوره دیگه. میگم هم خب طرف ببین مثلا میخواد شاگرد رو از دست نده، میدونه سطح زبانش مثلا در اون حد نیست، بهش میگه که بیا مثلا 16-17 که اصلا 16-17 جلسه برای که گرامر یاد بگیری و ریدینگ هم یاد بگیری، واقعا رایتینگ هم یاد بگیری، اصلا حد بنام چون تو اصلا شاید مثلا تو بیا الان بهش بگی خب اینه اوکی اینم خب یاد گرفت، ولی آیا میتونه کار کنه؟ آیا میتونه بنویسه؟ چقدر میتونه ازش استفاده کنه؟ فهمیدنش کاری نداره. آدم داره یه چیزی میخونه، ممکنه حالا هم موقع بفهمه خب فهمیدم اوکی شد. درسته که ما تو دستور زبان فارسیمون که زبان مادریمون هم هست، خیلی وقتا زمانا رو داریم اشتباه به کار میبریم. برای همینه که ما ویراستارای فارسی داریم. برای همینه که من وقتی یه کتابو ترجمه میکنم یه ویراستاری که تسلط به ادبیات فارسی داره باید زمانشو چک کنه. خاطر که واگه زبان مادری منه دیگه. ولی خب میگم متاسفانه الان شرایطی پیش اومده که ما همه دوست داریم یه چیزی زود مثلا بهش بگیم وای بوده بوده مسابقه است. تازه من فکر میکردم با این هزینه‌های آیلتس که الان فکرم 6 خورده ایه، آدم ها یه ذره آگاه یه ذره محتاط‌تر شدن نسبت به این موضوع که آره من مثلا، یا مثلا یه چیزی که دیدم میرن از این آزمونای ماک سمپل آره ماک ها میدن و بعد میان میگن خب ما 6 شدیم، بعد معلمم میگه خب باشه 6 تا 2 ماک کلاس. ببین یه بخشش خب عدم آگاهیه، یه بخشش هم فکر کنم خیلی دیگه من این شب بد اخلاقی کردم، ولی چون به گفته بودی که روکم دیگه زیادی دارم روک میشم، ولی یه بخشش هم نمیدونم بگم یا نه، میخوام بگم که یه بخشی کمی از جامعه هم حقشونه که یعنی وقتی میگید ولی تو میخوای اون راهو بری، خب دیگه برو دیگه، برو بیفتی تو چاه. و خیلی ها متاسفانه از این خیلی ها از عدم آگاهی افراد تو استفاده میکنن و خیلی ها هم از عجول بودن افراد تو استفاده میکنن که میگن تو بیا لو ما یه کاریش میکنیم دیگه. و اون آدمایی که عجولن به نظر من که دلشون نمیخواد که واقعیت رو قبول کنن، دلشون میخواد جور دیگه، دلشون میخواد من بهشون بگم که تو گرانولا بخور تا لاغرشی، ولی بخور توش باشه، خب اون آدم ها هیچ وقت لاغر نمیشن. به قول اوپرا وینفری که آیدل منه واقعا و توپوله، یه روز خیلی حرف بامزه ای زد، میگفت اگر که راهی وجود داشت که آدم لاغر بشه به غیر از غذا نخوردن و ورزش کردن، من دیگه به عنوان پولدارترین زن دنیا پیدا کرده بودم دیگه، که فلان قرص رو بخور لاغر میشی، شبا میشی روز از کلت اینجوری کن لاغر میشی، راه نداره آقا، باید غذا نخوری باید ورزش کنی اونجوری لاغر میشی. حالا من میگم نمره 7 راه نداره، باید زبان عمومی ادوانس باشه. حالا اگه دلت میخواد گرانولا بخوری
با ماست کم چربه نمیدونم یونانی تا لاغر بشی خب بخور، ولی انتظار نداشته باش که لاغر بشی. من بهت گفتم مریم یه چیزی بگم، چون من این تجربه رو زیاد دارم، اگر که 1 ساعت بشه لایو میپره ها. نه من 1 ساعت و نیم هم گذشته هیچ وقت هیچی نشده. جدا؟ من 110 دقیقه هم داشتم. واو، پس شاید این چیز جدید اینستاگرامه. ولی مال آره پربم وارنینگ داد که 1 ساعت شد و من گوش نکردم، پریده بود. شاید جدیدن پس نه این امکان روش. الان که به من هنوز چیز نداده، اگر که به من آلارم نداده، اگه آلارم داد قطعش میکنم دوباره میام. حالا کامنتو آن کردم که ببینم اگه سوالی هم دوستان دارن بپرسن. بعد یه چیز برسیم به یک داستان جذاب مورد علاقه ایرانیان. فلانی اگر 8 گرفته رفته ارمنستان امتحان داده، اونجا بهتر از ایران امتحان میگیرن، اصلا با ایرانیا مشکل دارن سر رایتینگ، به ایرانیا کم میدن، خیلی مهمه تو چه کشوری امتحان بدی، بعد چه هزینه هایی میدن که برن توی کشور دیگه امتحان بدن. واقعا این چیزی هست؟ ببین اصلا خب obviously stating the obvious دیگه، توضیح واضحاته که همچی چیزی واقعا نیست. کسی اصلا نمیدونه شما مال کدوم کشوری. برگه ها در اصل اصطلاحاً سربرگاش کات میشه و فرستاده میشه و شما فرقی نمیکنه که تو دل آکسفورد امتحان بدی یا دزفول امتحان بدی یا بیای بشینی تو خونه من امتحان بدی، فرقی نمیکنه. البته خونه من امتحان بدی فرق میکنه، ولی تو هر سنتر معتبری که بری امتحان بدی برگت میره همونجا و همون آدما سعی میکنن. ولی واقعیت اینه که نمره رایتینگ بالای 7 گرفتن واقعا متاسفانه سخت شده و ربطی به ایران و ایرانی بودن نداره. شما هر جای دنیا که امتحان بدی کلن 7 گرفتن و 7 به بالا گرفتن واقعی باید ادوانس باشی. یعنی قبلا هم میشد گول زد، 4 تا جمله حفظ کرد، تمپلیت نوشت اینا، الان دیگه با تمپلیت واقعا نمیتونی حرف بگیری، باید ادوانس واقعی باشی. از لحاظ سپیکینگ ببین دو حالت داره. یه موقع است که من دلم میخواد برم مسافرت، دلم میخواد برم ترکیه، دلم میخواد برم باکو، حالا بهونه میکنم اصلا به مامانم میگم وای گفتن اگه بری باکو امتحان بدی نمره بهتر میگیری. اوکی، من از این لحاظ من ساپورت میکنم، زنگ میزنم به من بگو من میخوام برم باکو، مامانم اینا نمیذارن، من تضمین میکنم که شما بری باکو نمره بهتری میگیری. اما the reality اینه که شما اگه امتحان تو ایران بدی، یک اگزامینر ایرانی که هم زبون شماست داره ازت امتحان میگیره و شما انگلیسی حرف زدن یک ایرانی رو بهتر از انگلیسی حرف زدن یک ترک میفهمی یا بهتر از انگلیسی حرف زدن یه هندی میفهمی یا یه انگلیسی حتی میفهمی. بنابراین از من خودم یه بار ترکی امتحان دادم و اگزامینرم یه ترک بود و واقعا بعضی جاهاش سختم بود بفهمم چی میگه و واقعا برای همین رفتم امتحان دادم که ببینم بیرون امتحان ایران امتحان بدی چه فرقی می‌کنه. فرقی هم نکرد، نمرم همون شد. اما honestly توی ایران وقتی با اگزامینر ایرانی امتحان داده بودم، من یه بار البته اگزامینرم بریتیش بود قبل از آقای احمدی نژاد که نیتیو اسپیکر را توی ایران امتحان می‌گرفتن و بقیه‌اش ایرانی بوده، یک بارم میگم اگزامینرم ترک بود. اون دفعه که ترک بود واقعا سختم بود که متوجه بشم که دقیقا داره چی میگه. بنابراین فکر کنم خیلی منطقی باشه که اینجا امتحان بدی یا اونجا امتحان بدی، خیلی فرقی به حالت نخواهد کرد. بعد یه چیز دیگه هم که الان یکی از یکی نوشته راجع به منابع، آره این هم در مثلا میگن که الان کدوم کتاب مثلا باید بخونیم بهتره، مثلا اینو خوندیم نتیجه نگرفتیم، مثلا وکپ فور آیلتس رو خوندیم ولی نتیجه نگرفتیم. خب وکپ فور آیلتس خوندی با اینکه بتونی استفاده کنی و کار داشته باشه، یعنی کار خودت، دقیقا من از خودت یاد گرفتم، این من جویدم و چیزشو کندم، چی بهش میگم، پاسخونهاشو کندم، مثلا اینجوری میخوندم، من از خودت یاد گرفتم این سبک خوندن رو. و مثلا طرف فکر میکنه اگه نمره نگرفته خوب اینه که این کتاب
دانش زبانه. مثلا اینکه مثلا بگی تو کتاب گرفتی چه فرقی میکنه بگیری، باید خوب یاد بگیری یه چیزی رو. بعد دوستمون منابع جدید خوندم، نه هی منابع رو جدید کنم یا تعداد محدود کتاب رو هی بخونیم؟ شما اگه یه کتاب، به قول مامان من میگه آدم یه کار میکنه درست میکنه، شما اگه یه کتاب رو بخونی و خوب بخونی همون یه کتاب بسته. من همونجا توی اصفهان که ورکشاپ داشتم توی چلبی، یه پسری تو کلاس بود اومد گفتش که خیلی هم پسر ماهی بود و اینا، همش مثلا خیلی به من انرژی میداد و اینا، اومده بود ورکشاپ و گفت وای دوش اینجا این کتاب وکپوارسی گفتی عالی بود، من اصلا اینو خوندم عین خودتم خوندم، جوییدمش، فلان کردم، اینجور کردم خیلی خوب بود. گفتم که خب فرشاد بذار. گفتم خب فرشاد جان، تو درس یک کلمه هست مایلستون، یه جمله با این بساز. گفت ها مایلستون، آره میدونم یعنی چی، خیلی کلمه خوبیه. اوکی تو یه جمله انگلیسی از این مایلستون استفاده کن، یا بگو یا بنویس. درس یک فکران صفحه چهاره، یعنی دوا میکنی صفحه اول، نه صفحه دوم، مایلستونه. کتابم خوندم جویدم. خب این چه خوندن جویدنیه؟ شما وقتی کتابو خوندی جویدی که بتونی با کلمه هاش بتونی جمله بسازی، بتونی فقط این که بفهمی. I repeat، شما اگه کلمه رو ببینی توی متن و بدونی معنیش چیه، نمیشه شیش، نهایت شیش و نیم. وقتی بتونی استفاده کنی رفتی هفت به بالا. بنابراین یک کتاب میخونیم درست میخونیم. نکته خیلی مهمی بود. یکی نوشته که از کجا بفهمی زبان جنرالمون مناسب هست برای آیلتس؟ تعیین سطح، یعنی مؤسسه تعیین سطح کن. هیچ اسمی هم از آیلتس نمی اگه سطحشون ادوانس باشه یعنی که اوکیه. اگه ادوانس باشه یعنی میتونه شروع کنه برای آیلتس 7 خوندن کلاس بره. اگه اینترمیدیت باشه میتونه برای 6 کلاس بره. میتونه 6 بگیره راحت. یا هفت. نوشین جون وقتی که نوشین جون وقتی که گرامر رو خیلی خوب بلدی جدا جدا ولی نمیتونیم تو اسپیکینگ استفاده کنیم، بعد چیکار کنیم؟ خب یعنی بلدی عزیز دلم. نمیشه که حالا جدا جدا بلد باشه که، یعنی بلد نیست. مثلا احتمالا منظورش بگی مثلا من میتونم توضیحش بدم، اینو احتمالا منظورشونه، ولی هیچ کاربردی نداشته باشین. ببین مثلا من و همیشه من مثالی که با شاگردان میذارم پس پرفکته، میگم الان همه میتونید بیاین اینجا یه تخته ماژیک من بدم شما رو، تخته پس پرفکت رو به همه درس بدی، بگی اوکی had done میشه پس پرفکت وقتی یک کاری قبل از کاری دیگه انجام شده باشه. فاین یه جمله باش بساز اون موقع. یا اصلا یه جمله به نظر من نه، وقتی مثلا اصلا یه ذره راجع به خودت حرف بزن در حد یه دقیقه ببین میتونی توش استفاده کنی یا نه، بتونی تشخیص بدی که کجا باید پس پرفکت به کار برم، کجا باید پس سیمپل، کجا پس کانتینیوس. و این کتابی گرامرین یوس و اینا هم به نظر من خیلی کتابای خوبی نیستن، به خاطر اینکه میاد یه صفحه بهت میگه خب پس پرفکت فرمولش اینه، 5 تا مثال هم بهت میده، صفحه روبروش میگه خب با این یه جمله بساز، با این یه جمله، بعد تو همه رو دون 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 میسازی، همه رو یه دونه حدان میذاری سرش، والا. بعد هم میگه خب من این کتاب گرامر رو خوندم پس چرا گرامرم خوب نشده، ببینم هم کتاب رو بگیرم ازم میتونی حرف بزنی؟ نمیشه دیگه، پس یاد نگرفتی. کلاتو
من حالا خودم همیشه اینجوری هم که یه دفتر دارم که هر چیزی که میخونم باش جمله میسازم، بعد سعی میکنم جملاتم رو موضوعی بسازم و اینا رو بعد بتونم بچسبونم به هم، مثلا حالا چه گرامر چه مثلا وکب، خیلی کمک میکنه. یعنی که جمله خودت رو بسازی، اصلا جمله خودت مخصوصا بر اساس زندگی خودت یا آدمایی که میشناسی، اینا خیلی ملکه ذهن آدم میشه دقیقا. بعد واقعا اونجا تازه میفهم که من این کلمه رو معنیشو بلدم ولی اصلا نمیتونم الان استفادهش کنم. بعد اون موقع تازه میرم میگردم ببینم آقا کاربردش چیه. exact کانتکستش، اون مثال sufficient و enough رو یادت باشه که unsufficient رو بلدم، یعنی بلد نیستم کجا باید بگم sufficient، کجا باید بگم. او میشه شیش، میشه شیش و نیم. American English file books or headway, which one is better for intermediate level؟ اولا که همون داستان کتاب intermediate level که نداریم، هر دو تا کتاب از بیگینر داره تا ادوانسد و بهتره، خیلی خیلی شخصی نظر، پرسونال اینترست. من خودم هفته پیش با یه معلمی لایف داشتم که اون انگلیش فایل رو دوست داره، من شخصا اصلا باش ریلیت نمی کنم، من هدوی رو دوست دارم. و اینکه من معلمم، یعنی مثلا توی مریم اگه بخوای بری زبان عمومی بخونی، and you don't have a choice، نمیتونی بیای بگی خب به من اینو درس بده، من چیزی رو باید به تو درس بدم که خودم باش راحت باشم به عنوان معلم. بنابراین زبان آموزها با تمام احترامی که من برای هممون، منم زبان آموزم، منم انگلیسی زبان دوممه، با تمام احترامی که برای هممون قائلم، به نظر من ما خیلی حق انتخاب نداریم. اگر من قرار خودم بخونم هر کتابی که دوست دارم، من نوشین لقمانی هدوی رو دوست دارم، ممکنه که تو اصلا از هدوی حالت بهم بخوره و هیچ اشکالی هم. منم نوجوانی هدوی خوندم، بعدم فکر کنم شد نیو هدوی بعدن، ولی بعد امریکن انگلیش فایلارم همجوری یه نگاهی کردمش. ولی منم معتقدم که حالا اولا کتاب خیلی سلیقه‌ایه، خیلی سلیقه‌ایه تو هر زبانی واقعا، ولی مثلا هدوی ها خیلی کتابای خوبی بود. من دوست اون موقع فکر کنم توان خوندنم بیشتر بود، ولی من کتابای خیلی در من خیلی کتابای اوکی. کدوم مؤسسه رو پیشنهاد می‌کنین برای زبان جنرال؟ من در جایگاهی نیستم که مؤسسه پیشنهاد کنم، شما باید از زبان آموزهایی که کلاس دارن میرن بپرسین و ببینین کی نتیجه گرفته، معلم، کلاس، همه اینا، هم کسایی که هم رده منن میتونن به من بگن که کجا برو چی کار بکن. من خودم نه مؤسسه رفتم نه معلمی دارم الان که بگم من پیش فلانی رفتم خوب بوده، ولی همیشه همه میتونن به هم دیگه کمک کنن. بعد سوالی که بزن یه لحظه من تو اینو برام میاد، هی یکی نوشته بود که به جای گرامر یوز چی بخونیم؟ ببین من اصلا کلان مخالف تیکه تیکه کردن زبانم، یعنی اینکه برای وکب چی بخونم، برای گرامر چی بخونم، ریدینگ چی بخونم. یه کتابی که مثل کتاب هدوی که کورس بوکه، همه چی داره دیگه، ریدینگ داره، لیسنینگ، اوریدی انگلیش داره، وکب داره، گرامر، همونا رو اگه خوب بخونیم به نظر من هیچ چیز اضافه تری در کنارش واقعا لازم نیست. تازه اونا خوبیش نیست، گرامری که داره درس میده رو تو ریدینگش هم همونه، تو لیسنینگش هم همونه، هیچ واقعا نیست. چقدر سوال، چگونه تاثیر زبان سوم آلمانی رو روی زبان دوم انگلیسی کمتر کنیم؟ فکر کنم اینو من باید جواب بدم. هیچ جوری نمیشه کمتر کرد. تازه من یه وقت سر کلاس چینی عددهای آلمانی رو به جای چینی میگم، طبیعیه برای همه، به نظرم طبیعیه، تا مگر اینکه بعدا برسیم به سطح ادوانس. تست ماک تحت وب خوب چیه میدونی؟ من چون خودم تا الان نمیدونم. بعد اصلا حالا من خودم کسی رو نمیشناسم، ولی دیدم که مثلا الان همه میگن که برو حتما قبلش امتحان بده با تجربه هزینه ای آیلتس و اینا. چقدر اینا واقعا
نمره که اونجا میگیری شبیه نمره در واقع آیلتس در میاد تو شاگردایی که حالا خودت داشتی به نظر خودت؟ در مورد لیسنینگ و ریدینگ نمره که تو خونه میشینی از خودت امتحان میگیری، هر نمره شدی همون رو سر امتحان هم همون میشی، لزومی نداری بریم ماک تست امتحان بدی. در مورد رایتینگ و سپیکینگ میتونه ماک تست بهت کمک کننده باشه که اونم باز من نمیدونم چون من خودم جای ماک تست ندادم، ولی یه هایلایت توی پیجم گذاشتم و از بچه هایی که تو پیج من بودن و ماک داده بودن نظر خواستم، همه نظراتشون رو خودم نخوندم ولی همه رو ستوری کردم توی هایلایت ماک. اما باز فیدبکی که روی اون گرفتم این بود که یه نفر گفته فلانجا خیلی خوبه، یه نفر گفته فلانجا خیلی بده، یعنی بازم اتفاق نظری از اون سری هایلایت ها بهش نرسیدیم که من بگم فلانجا رو همه رفتن امتحان دادن خوب بوده. باز اون یه چیزیه که میگم از افرادی که امتحان دادن باید بپرسیم که کجا بریم امتحان بدیم، چیکار کردیم، همچین چیزایی. من چون باز خودم چقدر طول میکشه از 5 به 6.5 برسیم؟ بستگی داره، اگه که زبان عمومی ضعیف داشته باشیم بین مثلا کمتر از 1 سال، ولی اگه زبان عمومی ضعیف نباشه در حد همون متوسط یا اینترمیدیت باشم ولی تست بلد نمشم بزنم، 3 ماه 4 ماه بس. بعد حالا من سال شخصی خودم از 6.5 تا 7 چقدر؟ بازم همونجور اگر که تو زبان عمومی ادوانس باشه و چون تست رو بلد نبودی تست زنی 6.5 شدی، همون 3 ماه 4 ماه بسه. اگه زبان عمومی در حد اینترمیدیت بوده باز باید همون حدودا اون پلاتو رو بگذرونی دیگه، بستگی داره که کجای اون پلاتو باشی، ولی دیگه بین یه چیزی بین 7-8 ماه تا 1 سال. بعد یکی گفته چطور متوجه بشیم یک مدرس مناسب هستیم؟ این خیلی سوال. نه ببخشید اشتباه خوندم. چطور متوجه بشیم یک مدرس مناسب ما هست؟ این خیلی سوال خوبیه. به نظر من 2 جلسه. یعنی من این جلسه اولم میام پیش مریم حیدری کلاس، به من میگه این کارا رو بکن. جلسه دوم میام، اونا رو ازم فیدبک میگیره، به میگه یه کارای دیگه. اگر من در جلسه دوم احساس کردم که نسبت به جلسه اول بهتر شدم، این معلم معلم خوبیه برای من. اگر احساس کردم نشدم، خدافظ خدافظ شما. دیگه خیلی بخوام بهش فرصت بدم 3 جلسه. بازه من چون حالا من خودم تو پیج خودم میدونم معلمم زیاد هست، حتی من به زودی یه لایف بر معلم ها میذارم، ولی به عنوان معلم هم همینجور امیدوارم که شاگردایی که منو فالو میکنن الان اینو میگم ناراحت نشن، ولی واقعا برای من شاگرد تا 2 جلسه فرصت داشت که خودشو نشون بده. یعنی اگر تو جلسه این دفعه شدن برو فلان کارو بکن، جلسه دوم نکرده بود خدافظ شما. یعنی تو اول را که همه ذوق دارن و موتیویتیدن کاری که بهت گفتم بکن و نکردی، مطمئنن جواب نخواهی گرفت. هم معلم هم شاگرد 2 جلسه کافیه که ببینه که، و ببین مثلا حالا خب به هر حال من شغلمه دیگه، معلم خصوصی بودم و خیلی ها اصرار داشتن، و من مثلا اون موقعی که اوایل که کار میکردم نقد بچه ها به من پول میدادن و مثلا جلسه 50 تومن بود، این چک پول چی بهش میگیم یادم رفته اصلا، کش نوتا که 50 تومنی بود. خب مثلا هر دفعه میومدن یه 50 تومنی تو پاکت میدادن برن، خیلی هاشون دلشون میخواست که مثلا 10 تا بدن و اصرار هم داشتن و خیلی از معلم ها هم این کارو میکنن، هنوز هم میکنن، ولی من اصرار داشتم که حد اکثر 2 جلسه، به خاطر اینکه نمیخواستم این تعهد رو به شاگردم بدم که تو 10 جلسه به من پول دادی باید تو 10 جلسه بیای. میخواستم به عنوان معلم دستم باز باشه که اگه بعد 2 جلسه کاری که گفتم بکنه نکرد، بگم خدافظ شما، دوباره جلسه 3-4 خوب بود ادامه میدادیم، خوب نبود خدافظ شما.
The same thing goes for the students. بنابراین معلم های عزیز نیستن بد و بیرا. ولی به نظر من معلمی که میگه مثلا 30 جلسه پیش بده 10 جلسه پیش بده. معلمی که به خودش اعتمادی نداره و میدونه که این شاگرد بعد از 2 جلسه پشیمونه، بنابراین میخواد گرو بگیرتش تا حالا 10 جلسه بیاد پیشش. میفهم چی میگی. بعد یکی هم گفته آقا اینم سوالش خیلی خوب بود، نوشته که اگه همه اسکیلای آیلتسمون توی حد هم نباشه. خب این خیلی اتفاق افتاده، مثلا من دیدم تو دوستای خودم مثلا رایتینگشون 5.5 بوده، مثلا ریدینگشون 7.5 بوده. میگه اینم یعنی که من مشکلم تو زبان جنرال یا نه؟ شما زبان جنرال تو از امتحان واقعی، نه ماک، از امتحان واقعی میتونی از اون نمره اسپیکینگت بفهمی. باز نظر من، یعنی من کسایی که برام نمره میفرستن میگن ما اینجوری نمرمون شده، لیسنینگ این ریدینگ این رایتینگ، من اصلا هیچ کدوم نگاه نمیکنم، فقط اسپیکینگ نگاه میکنم. اگر اسپیکینگش 7 به بالا، 7.5 یعنی ادوانس، بقیه رو میتونه با معلم با ریدینگ لیسنینگ و رایتینگش رو میتونه برسونه به 7. ولی اگه اسپیکینگش 6.5 یعنی اینکه اونا رو بکشی هم اوورالت 7 نمیشه. امتحان واقعی یه مدت مود شده بود سمپل حفظ میکردن، من خیلی میدیدم اینو، مثلا میرفتن سمپل ها رو حفظ میکردن یه ذره تغییر میدادن بعد میومدن اونجا مثلا میگفتن. اینا داستانش چیه؟ تا 6.5 هم حتی جواب میده، یعنی شما میتونی با سمپل حفظ یه تو 6.5 بشی هم رایت میدید، ولی 7 نمیشی. Humble opinion. آره مثلا دیدم کارت ها رو حفظ میکنن رو تاپیکا، مثلا سمپل ها رو برمیدارن میخونن میگن خب بالاخره همین هاست دیگه، همین ها داره تکرار میشه. و دقیقا آره همینی که میگه، اکثر کسایی که دیدم مثلا میگن 6.5 شدیم ولی 7 رو من ندیدم. آره راست هم میگن، همین ها هم هست، حفظ هم بکنین 6.5 میخواه میشه، خیلی هم کار راحتیه. بعد دیگه راجع به زبان جنرال سوالایی که پرسیدن، میشه دو تا زبان رو با هم ببریم جلو؟ به نظر من میشه. آره چطوری؟ نظر خودتون رو نوشین جان، نظر خودتون راجع به کاربردی کردن زبان چیه؟ نمیدونم منظورش از کاربردی چیه. منم نمیدونم منظورش چیه. حالا داشته باشیم برای لسنینگ آیلتس بریتیش گوش کنیم یا همون امریکن؟ بریتیش بهتر. سوال منو نپرسیدین، من یک سال عصبانی شدم، من یک سال دارم میخونم سطح تافل 81 و فکر کنم آیلتس 6. به نظرتون اون خط صاف چطور بدونیم تموم شده؟ هر ماه تعیین سطح بدیم؟ هر ماه حالا نه، ولی 2-3 ماه یه بار. آره چون در یک ماه خیلی آدم فرقی نمیکنه. حالا این سوالم بپرسم، این آزمون جدیده که اومده که همم دارم میدن، اسمش یادم رفت دوباره، دولینگو درست میگم؟ آره. این الان میگن جای آیلتس رو داره میگیره و دیگه نمیخواد آیلتس بدین و اینا، همچین چیزی وجود داره واقعا؟ نه، جای آیلتس رو که نمیگیره، ولی بعضی از دانشگاه هستن که اون امتحان رو قبول دارن، یعنی شما باید اونجایی که میخوای بری ازشون بپرسی ببینی که آیا امتحان دولینگو رو قبول دارن یا نه. برای بالا بردن نمره ریدینگ به نظر شما کمبریج ها رو بخونیم خوبه خانم لقمانی؟ همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، کمبریج ها خوندنی نیستن، کمبریج ها تستن. شما میایین باشون تست میزنی، مثل اینکه بگی من امتحان رو بخونم. امتحان که آدم نمیخونه که، شما قبلش باید درس خونده باشی بعد بیای تست بزنی. بنابراین فکر کنم جواب شما میشه نه، چون کمبریج ها خوندنی نیستن. یکی هم گفته حالا کمبریج ها رو از 1 تا 15 کار کنیم یا چند تای آخرش؟ فرقی نمیکنه، به غیر از 1 و 2 که یکم سیستمش عوض شده، از 3 به بعد فرقی نمیکنه، هر کدوم داری. بعد نوشین، حالا توی همین لسنینگی که میگفتن خیلی خوب بودی، خودم سوال داشتم، مثلا یه وقتیه که من دارم یه تست رو میذارم کاملا میفهمم، یعنی کامل، اگه الان بعدش بهم بگن چی گفت و اینا میفهمم، تو تستا رو یهو مثلا رد میکنم، ارور میدم، سیچویشنم مشکل داره، اینجا تو باید کلاس بری که
تکنیک تست زدن یاد بگیری. شما اگه نیتیو یعنی وقتی متوجه میشی دیگه مشکل چیز نداری؟ نه نه، ببین مثلا اون اوایل یکی برای من توی لینکدین که من سکرین شات گرفتم، اولین پست این پیجم اونه، نوشته بود که خانم لقمانی شنیدم که تونی بلر 8.5 شده و شما 9 شدی، باعث افتخاری. خب تونی بلر دیگه یک آدم تحصیل کرده نیتیو سپیکر بریتیش دیگه، خودشه از لحاظ زبان انگلیسی 100% زبانش از من بهتره، 120% زبانش از من بهتره، ولی اون بلد نبوده چجوری باید تست بده، که منطقی هم هست. بنابراین تست دادن یه چیزه، زبان عمومی یه چیز دیگه. بعد حالا رو آیلتس 9 که تو دوبار گرفتی قرار سومش هم بگیری، بعد اینه که داستانی که وجود داره این که لزومن هر کسی آیلتس مثلا 8 داره، 8.5 داره، 7 داره، 7.5 داره، آیا مدرس خوبیه؟ چون یکی از تبلیغات مدرسا همین موضوعه که من مثلا آیلتس، اولا که حالا کاش بگن همه 8.5 دارن، من نمیدونم واقعا ما چند نفر داریم تو ایران که 9 گرفته باشه، ولی من که دیدم از یکی درمیون همه میگن ما 8 گرفتیم، ولی آیا حالا من الان برم 8 بشم، آیا این به این معنیه که من مدرس خوب قراره باشم؟ نه، ولی برعکسش درسته. ببین این که من 9 بشم یا 8 بشم دلیل نمیشه که من معلم خوبی باشم، ولی اگر معلم خوبی باشم نمره خوبی باید آیلتس بشم. یعنی اینجوری هم نمیشه من خودم نتونم 7 بشم بعد بگم من به شاگردام 7، خب اگه شاگردات تفیشه چرا خودت هفته میشی؟ اگه بلدی چی، اگه داری بهشون میگی چی کار بکن، اگه به قول ما اسپانیا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، اگه بلدی که خب چرا، اگه خیلی بیل زنی چرا باقشه خود تو بیل نمیزنی؟ ولی اونوریش نه نسسریلی کسی که خب میگم که یکی گفته بود مشکلی نداره برای کلاس مثلا برای آزمون آکادمی کتاب های جنرال هم کار کنیم. نه اشکال نداره، از هر کدوم یه چیزی یاد بگیره. بعد یکی گفته که اینجوری که بریتیش گوش بدیم نظر تلف نه آبتی نمیشه. خودم یه تعجب کرد. بعد چطور رایتینگ رو به 8 برسونیم به سختی؟ معلم و فیدبک، یعنی رایتینگ بنویسید، بدین براتون تصحیح کنن، بگن ایراداتون کجاست، ایراداتون رو رفع کنین، دوباره بنویسید. بعد برای آیلتس آکادمیک برای تقویت زبان عمومی چی خوبه؟ چه ربطی با آیلتس آکادمیک داشت تقویت زبان عمومی؟ فرق نمی‌کنه شما بدی یا جنرال بدی، زبان عمومی ربطی به امتحان نهایی نداره، برای هر دوتاش باید زبان عمومی خوب باشه. آره بچه برای کتابا نوشین لایف داره که توش منابع آیلتس معرفی کرده، حالا به ترتیب هم میگه بر اساس اهمیت اونایی که خودش خونده و اونایی که بهش پیشنهاد دادن این داستان ها. بعد میگه که یکی نوشته ما آزمون تعیین سطح میدیم، یه جا میگن اینترمدیت یه جا میگن آپر اینترمدیت، دقیقا چجوری باید بفهمیم کدومی؟ اینترمدیت، چون اینترمدیت دیگه اینترمدیت دیگه، تو اون پلاتوی چه لور اینترمدیت باشی چه اینترمدیت باشی چه اپر اینترمدیت باشی شما اینترمدیت در نظر بگیرید. درست کجا رایگان میشه براتون تصدیق کنم؟ برای چی باید رایگان براتون تصدیق کنم؟ کجا میشه رایگان پیتزا میدن؟ آره دقیقاً. اصلا رایگان یعنی چی؟ من نفهم. کسی که مثلا میگه رایگان چرا باید فکر میکنه باید کسی بر شما وقت بذاره؟ اگه یه چیزی به شما رایگان دادن بدونین که اصلا واسهش وقتی نذاشتن. منابع ریدینگ برای تقویت اسپیکینگ. تقویت اسپیکینگ هم مثل رایتینگ، شما سکیلت پروداکتیوه، یعنی یه چیزی رو باید پرودوس کنی و باید یک بک بده، بگه کجا رو درست گفتی، کجا رو اشتباه گفتی، خوبا رو تکرار کنی، بدا رو اوید کنی.
مرسی نوشین جون، خیلی لطف کردی، ببخشید وقتتم بیشتر 1 ساعت گرفتم، فرستای اول خیلی لذت بردم. رفتم و فهمیدم که میشه. آره فکر کنم آپدیت کنی بشه. من تا 2 ساعتم 110 دقیقه بودم قطع نشد. من که اخیرا 2 تا لایف دیگه داشتم، البته به خاطر اینه که گوشیم حجم نداره، امیدوارم مال تو داشته باشه، ولی 2 تا لایو اخیرم هر دوتاش پرید، یعنی نتونستم سیف کنم چون که گوشیم حافظش پر بود. و برای اینکه فکر کنم مال من بشه. آها الان امتحان میکنم، فکر میکنم چون مال من پر بود و هر دوبار پرید. خیلی خوب باشه عزیزم، مرسی، خیلی لایو خوبی بود، خودم خیلی لذت بردم. Thank you very much. ببخشید که من باید برم چون من نه خواهش میکنم باید برم. نه تو ببخشی، شبت بخیر، خدافر. Bye. خدافر. خدافر.